تا حالا هرچه خوندیم کریپتوگرافی بود. الان میخواییم وارد اپلاید کریپتوگرافی بشیم، یعنی استفاده از اون کامپوننت های ای و دی و هش و اینا توی داستان شبکه. یه سری عناصر سازنده رو به شما گفتیم، ولی اون موقع هم بهتون گفتیم کریپتوگرافی خیلی ابزار بی‌نظیریه، ولی آخرش امنیت فقط وابسته به اون نیست. بله، اگر اون کامپوننت های بنیادین شکسته بشن، آجرای اصلی پروتکلتون قطعا سقوط میکنه، ولی معنیش نیست که اگر شما کریپتوگرافیک الگوریتم خوبی انتخاب کنید پروتکلتون هم سکیور میشه. اون موقع هم یه چند تا سمپل نوعی بهتون نشون دادیم. هنر استفاده از اون کامپوننت ها برای ساخت یه پروتکل هم واقعا یه چیزی نیست که یک شبه به دست بدین. یه چیز تجربیه، مثلا چجوری معمار و آرشیتکت ها به مرور زمان تبحر به دست میارن از اون چیزهایی که دستشونه، از اون کامپوننت هایی که بلدن یک چیز زیبا خلق بکنن. اینجا هم همینطوره، یعنی شما بعد از یه مدتی تخصص اینو به دست میارید که توی این حوزه کار کنید که چطوری بچینید عناصر رو، چطوری چالش کنید، چجوری ریسپانس بگیرید تا بتونید یه پروتکل امن بسازید. ما روش‌های مدیریت و توزیع کلیدمون هم درست مثل الگوریتم رمزنگاری به دو تا دسته ایسیمتریک و سیمتریک تقسیم میشه، بسته به اینکه الگوریتمی که داریم استفاده می‌کنیم برای انکریپشن نوع کلید سیمتریک بخواد یا ایسیمتریک. الان ما روی بخش سیمتریکش میخواییم تمرکز کنیم و این درس این جلسه در واقع روی اون موضوع است. برای اینکه کلید رو به دست افراد از پیش تعیین شده برسونیم چند تا راه وجود داره. ببینید، ما گفتیم اون مدل جلسه دوم رو یادتون میاد های استالینگ برای یک کامیونیکیشن سیکیور یه دونه نسخه پیچیده بود. گفتیم همه چیزها رو پوشش نمیده ولی بد نیست، حداقل میگفتش که ما یه دونه کلید بایستی به دو طرف بدیم. خب حالا تو محالت سیمتریک باید آیدنتیکال باشه، یه دونه تراستد ترد پارتی احتمالاً لازم داریم که این کلیدها رو بذارین دو نفر هم دیگر نمیشناسن و این تو و عرض کنم که یه الگوریتم رمزنگاری میخوایم موقع صلاح آزادیه. حالا روش‌های به اون کار دادن کلید به طرفین میگن توزیع کلید، کی دیستریبیوشن، و شما مدیریت اون رو توسط یک حالا استاندارد پروتکل فریم ورک یه الگوریتمی انجام میدید که بهش میگن کی منیجمنت اسکیم، که نمونه معروفش احتمالاً شنیدین PKI ها یا PKIX. چند تا راه بدوی هست، همینجوری حسی ما میخوایم بگیم اگر A و B به یک کلید مشترک نیاز داشته باشن که با هم کامیونیکیت کنن چیکار میکنن. یه راهش اینه که A کلید رو انتخاب کنه ببره دستی در خونه B تحویل بده. راه دیگه چیه؟ اینه که یه شخص سومی کلید رو انتخاب کنه بره در خونه جفتشون بهشون بده. فیزیکی میگیم، فیزیکی منظور همین دست به دست. یه راه دیگه اینه که اگر فرض کنیم یه اسامشنه، اگر که A و B از قبل با هم یه پسوردی رو به اشتراک گذاشتن، از اون برای ارسال این اصطلاحاً سشن کی جدید استفاده کنیم، یعنی این سشن کی رو رمز کنیم مثلا با اون کلید قبلیمون یا پسورد قبلیمون بفرستیم برای طرف مقابل و اون چون پسورد میدونه با اون دیکریپت کنه برش داره اون تو. ولی یه ایف داره دیگه. راه سوم هم شبیه اون راه دوم، بخش راه چهارم شبیه راه دوم، فقط over the channel اینترنت یا virtual channel. میگه که شخص سومی انتخاب کنه کلیدو بده دست طرفین ولی از طریق یک کانال امن. این معنیش اینه که اون افراد با یه شخص سومی مثلا کلید مشترک پسورد مشترک دارن و اون نفر سوم تراست ترد پارتی حالا کلید رو انتخاب میکنه با اون پسورد دو نفر A و B، یه بار با پسورد خودش و A رمزش میکنه میفرسته به A، یه بار با پسورد خودش با B رمز میکنه همون سشن که رو میده به
بی. درست شد؟ خب راه سوم، راه آخر، این راه چهارم، راه آخر، راه پنجم اینه که از دیفیلمن استفاده کنن. ایو بی خوبه؟ موضوع مشکل من این دمیدل داشته که به خاطر میوچوال آتنتیکیشنی که وجود نداشت. میوچوال آتنتیکیشن چرا وجود نداشت؟ به خاطر اینکه ایو بی از قبل با هم هیچ چیزی به اشتراک نگذاشته بودن که به واسطه اون چیز محرمانه همدیگر رو آتنتیکیت کنن، که کسی نتونه خودشو جای اون یکی، جای یکی از طرف این جا بزنه. و این یعنی چی؟ یعنی اگه میخوام من دیفیل من استفاده کنم برای ساخت سیشن کی، بایستی و سکیور باشه، میچول آتنتیکیشن داشته باشم، بایستی مثلا از تکنیکی که این استفاده میکرد، یک کلیدی بایستی بین A و B از قبل وجود داشته باشه، من با واسطه با کمک اون و بعد دیفی هلمن سشن کی جدید رو استبلیش و ترانسفر کنم به دو طرف. این میشه پروتکل اوکلی. حالا بریم جلوتر میبینیم. یه دونه سیستمی برای توزیع و مدیریت کلید برای سناریوی کاری تو MIT دیولوب شد به نام کربروس. الان هم برید سرویسش تو ویندوز هست و لینوکس هم هست. داستان چی بود؟ میگفتن ما یه انوایرمنتی داریم، یه سری یوزر پشت ورک استیشن ها، یعنی مالا کلاینت ها بگیم، میشینن و یه سری سرور داریم که رو هر کدوم یه تعدادی سرویس رانه. فرض کنید سازمانه، خب یه سری سرور داره، میل سرور داره، وب سرور داره، نمیدونم دیتابیس سرور داره، هر کدومشون یه سری سرویس میدن، سرویس 1 2 3 4. کلاینت ها میخوان از طریق این استیشن هاشون یکی از سرویس های این یه سروری رو بگیرن. این اون انوارمنتی بود که براش کربروس طراحی شد. قرار هستش که یوزرها اول احراز هویت بشن، بعد ببینیم حالا میتونن سرویس بگیرن یا نه، مثلا به اون سرویس اساسی دارن یا نه. کربروس دو تا نسخه اصلی الان داره، 4 و 5. 5 که اوورراید کرد 4 رو، ولی بخاطر یعنی خیلی هم تفاوت فاندامنتالی ندارن. 4 به دلیل اینکه ساده تره، تمام کانسپت های آموزشی توش راحت تر قابل پرزنته، برای مقصد آموزش ما اینجا ازش استفاده میکنیم. ولی 5 هم ایکوالی خوب هست در این کار. کربروس 4 از DES استفاده میکنه به عنوان رمزنگار. معنیش اینه که این کی منیجمنت سیستمی که داریم بهتون میگیم، اسکیمی که داریم میگیم، از نوع سیمتریکه دیگه، درسته؟ از اون دوتا شاخه نسخه سیمتریکش. بیایم یواش یواش سناریوها رو کاملتر و مچورتر کنیم. اولش بیایم فرض کنیم که هر سروری جداگانه کلاینت ها رو برای خودش مدیریت کنه، مثلا ریکوست ها که میاد خودش احراز هویت کنه، خودش هم سرویس گرانت کنه. مثلا این یه سرور مثل وی، نمی کلاینت مثل سی، یه یوزری بالا یکی از این انتا میاد میگه که من میخوام سرویس 2 از روی سرور فلان رو ازت بگیرم. این سروره رو میگه من سرویس 2 تو میخوام. سروره بعد اول مطمئن بشه که این یوزر خودشه، بعد سرویس رو بهش ارائه بده دیگه. تازه باید چک کنه ببینه این سرویس های مجاز هست بگیره یا نه، که اون بهش که اکسس کنترل. فعلا ما برای با سادگی این قسمت اکسس کنترلش رو میذاریم کنار، ولی الان حداقل احراز هویت رو این باید انجام بده، یعنی مطمئن بشه اصلا این کلاینت خودش هست یا نه، به هر کسی سرویس نده. خب این ورکلود زیادی برای سروره. اگه تعداد یوزرهایی که بهش کوئری میدن زیاد باشه، اصلا سرویس ازش میخوان، یه بار زیادی هم برای سرویس دهی بار روشه، هم برای آتنتیکیشن دیگه. یه سناریوی عملی تر اینه که بیایم آتنتیکیشن رو جدا کنیم، بگیم یه سرور بذاریم فقط آتنتیکیشن انجام بده، سرور هم کار سرویس دهی رو انجام بده. بین سرور آتنتیکیشن و سرور معمول، حالا فرض کنیم سرور چه پرینت سروره، فایل شیرینگ سروره، هرچی، وب سرور،
یه کلیدی مثل KV سیمتریک به اشتراک گذاشتیم، یعنی این KV رو AS میدونه Authentication Server و سرور V1. کلاینت مستقیم سراغ سرور نمیره، اول میره سراغ AS، بهش میگه که من میخوام سرویس 2 رو از سرور 1 بگیرم، اول منو آتنتیکیت کن و بعد ببخشید اول ازش یه چیزی میگیره مثل تیکت که نشون دهنده اینه که آتنتیکیت شده، بعد پا میشه میره سراغ سرور V1. مشخص هم هستش که چرا این آتنتیکیت شده، حتما تو اون تیکت که صادر میشه یه چیزی که رم شده با KV1 میذارن که این سرور بفهمه آها این اگه از طریق این نیومده باشه نمیتونسته اون تیکت رو با این رم شده دریافت کرده باشه، پس حتما آتنتیکیت شده، اثرش تو این تیکت مونده و اون وقت این اون تیکت رو ببینه بهش سرویس میده. چطوری؟ یه دیالوگ ساده. این دیگه پروتکله، اولین پروتکلی که شاید میبینین. کلاینت تو مرحله 1 به آتنتیکیشن سرور میگه این یوزرنیممه، این پسوردمه و من میخوام از سرور وی یه سرویسی بگیرم. آیدی اون سرور رو میذاره یا حالا آی پیش رو میذاره، مهم نیست، ولی اینجا به طور خاص اسم سروره. تو مرحله 2 آتنتیکیشن سرور به کلاینت یه دونه تیکت میده. تو تیکت ببینین چی نوشته شده، همون چیزی که حدس میزدیم، یه چیزی با کلید وی رم شده. کلید وی رو کی داره؟ فقط این دو نفر دارن. پس این تیکت رو یوزر نمیتونه بازش کنه، توشو بخونه. برای این تولید شده که اصلا کلاینت بدتش به سرور وی. نگاه کنید توش چی هست، گفته یک نفر، این قراره بعدا تو مرحله 3 پرزنت بشه به سرور وی، یک نفر با این یوزرنیم از این آدرس، حالا این میتونه آی پی آدرس باشه یا مک آدرس باشه، میاد با تو کار داره، اینم انکریپت شده با کلید وی، بهش سرویس بده. تو مرحله سومی که نگاه کنید یوزر اون تیکت رو به علاوه یوزر نیمش میکنه میفرسته تو مرحله سه اینجا به سرور. سرور نگاه میکنه میبینه بازش میکنه تیکت رو دیگه، میبینه توی اون تیکت نوشته شده از طرف فلان یوزر، اینجا با این چیزی که بیرونه انکریپشن میخونه همون یوزره و میفهمه که خب اوکی این یوزر قبلا آتنتیکیت شده چون تیکت داره و این تیکت رو کسی نمیتونسته بهش داده باشه جز AS، چون این کلید تو یوزر خودش نداشت و بنابراین بهش سرویس میده. درست شد؟ پروتکل ساده یه کارم میکنه دیگه. اشکالش چیه؟ اون نماد چیزام که میدونین کانکاتنیشن دیگه، دو تا خط عمودی، یعنی اپند میکنیم تهش اون چیز جدید. چی؟ تایم نداشتن یه مشکله. یه بار اگه کلاینت یک بار تیکت رو بگیره تا ابد میتونه خرجش کنه، ولی اون کارمند رو ما بندازیم بیرون از سازمان باز اون تیکتش قابل خرج کردنه. خب این اشکال دیگه چی داریم؟ خوبه اسلاید رو آپلود هم میکنیم ما. جوابش تو اسلاید بعدیه. آفرین. اگه یه نفر مرحله مثلا پرینت سروره، اون سرور وی، یکی این تیکت رو شنود کنه، میتونه این آیدی که پلین تکسته، میتونه بگه که من پرینت میخوام این آیدی و اینم تیکت. آدرس هم اسپوف کردنش خیلی سخت نیست، یعنی شما از طرف یکی میتونید یه ریکوست بدید با سورس آی پی اسپوفینگ یا با مک اسپوفینگ که دیگه خیلی راحت است، از طرف اون میتونید بشینید روی شبکه و کار انجام بدید. یه استیشن دیگه در واقع. و تا دلتون میخواد پرینت بگیرید به حساب دیگران ها، کیف میده. خب یه مشکل دیگه هم داشت که بهش اشاره نکردین، تیکت زمان وجود نداشتن رو گفتین، امکان اصطلاحا اسم علمیش ریپلی اتاکه، شما میتونید
اون تیکت رو بارها ریپلی کنید و خرج کنید، یا خودتون یه کسی که استیف کرده یا ازدراپ کرده اونا. یه مشکل به وضوحی دیگه که دیده میشه پلین تکست ارسال شدن پسورده. ببین اینجا یوزرنیم و پسورد دارم، اینجا پلین تکست میره. یوزرنیم مشکل نداره دیگه، پسورد که داره. یه مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که برای هر سرویسی، هر نوع سرویسی میخواید مثلا سرور یک سرویس بگیرید، بایستی یه بار یوزرنیم پسوردتون رو بفرستید یه تیکت بگیرید. سرور دو میخواید یه بار دیگه باید برید سراغ AS همین کار رو انجام بدید. دوباره سرور سه همین کار. هر دفعه که شما سرور رو میخواید عوض کنید یه دور باید برید سراغ AS Authentication Server. این خیلی افیشنت نیست. یه بار آتنتیکیشن انجام میدید منطقا باید برید، خب یه آتنتیکیت شدید دیگه، باید برید سراغ سرور، هر سروری که دلت میخواد خرجش کنید اون تیکتو. خب بریم یه پروتکل یه خورده مچورتر درست کنیم. تو اینجا تو مورد قبلی آتنتیکیشن سرور باید تک تک سرورها رو میشناخت و هر کدومشون یه کلید مشترک KV هم میداشت. یعنی سرور 1 2 3 میشد KV 1 KV 2 KV 3. وقتی یه سرور جدید به سازمانتون اضافه می‌کردین بعد می‌رفتین رو آتنتیکیشن سرورتون کانفیگ می‌کردین آقا بیا این سرور جدیدم کلید مشترک باش. نمیگم این پرکتیکاله، اوکیه، ولی تو این سناریو اومده خود عملی‌ترش کرده، گفته تیکت یه دونه سرور جدید می‌ذارم به نام تیکت گرانتینگ سرور. آتنتیکیشن سرور من فقط یوزرنیم و پسوردا رو می‌دونه، هیچ چیز دیگه لازم نیست بدونه و یه کلید مشترک با این یه دونه سرور داره. تمام. این سروره اونجاییه که بهش میگه تیکت گرانتینگ سرور، یعنی برای سرورهای مختلف تیکت صادر میکنه. اینه که با هر کدوم از سرورها یک کلید داره. هر موقع که سرور جدید اضافه میکنیم یعنی اینو کانفیگ میکنیم و به AS‌تون دست نمیزنید. حالا ببینیم این پروتکلی که یه خورده مشهورتره اشکالات قبلی رو چطوری رفع کرده. تو مرحله اول ما یوزرنیم پسورد میدادیم دیگه، الان فقط یوزرنیم میدیم، میگیم که به آتنتیکیشن سرور میگه تو مرحله یک میگیم این یوزرنیم منه آیدی سی و با تی جی اس کار دارم. همین ای اس میره از روی یوزرنیم توی دیتابیسش نگاه میکنه پسورد شما رو در میاره، حالا یا هشش یا خودش، از اون استفاده میکنه برای رمز کردن تیکتی که به شما ارسال میکنه. یعنی تیکت رمز شده برای شما ارسال میشه. چرا؟ این خودش بتونه باز کنه یعنی چی؟ آها خب کلاینت که بتونه اون رو دیکریپت کنه یعنی چی شده؟ یعنی ببین هر کسی میتونسته محله یکو بفرسته، حتی شما هم از طرف اون کلاینت میتونستید بگید آیدی من اینه با فلانی هم کار دارم، اونم یه تیکت براتون تولید میکرد. کجا شما آتنتیکیت میشین؟ دقیقا وقتی از دو به سه میرسین. یعنی اگر یه نفری الکی از سوی شما یه درخواست داده باشه با کلید شما رمز شده و اون چون اون کلید رو نداره نمیتونه محله دو به سه رو بره، این تیکت رو در بیاره و استفاده کنه. کسی میتونه این کار بکنه که پسورد اصلی رو داره، یعنی شما. و این یعنی شما با همین کلک ساده آتنتیکیت میشین. درست شد؟ خب کلاینت تو مالیس پا میشه این تیکت رو که دیکریپت کرده میبره سراغ تی جی اس، میگه که این یوزرنیم منه، حالا باید بگی با کی کار داره. میگه تو ای اس نگفت با کدوم سرور کار دارم، فقط گفت من با کدوم تی جی اس کار دارم، یه دونه میشتن تی جی اس. اینجا میگه که من با فلان سرور یعنی آی دی وی کار دارم و این تیکت همه. تیکت هم اگه میخواییم ببینید چیه همینه، فقط یه فرقی کرده مثل قبله، فقط یه فرق کرده. این کامپوننت ها مثل قبله، آیدی کلاین توش، آدرسش یعنی مک آدرسش یا آیپی آدرسش هست توش و بعد برای کدام سرور که حالا در مورد تی جی اس داده شده، بنابراین آیدی تی جی اس توشه و بعد یه دو تا چیز اضافه شده فقط، یکی تایم استمپه یکی لایف تایمه. میگه که از این لحظه به این مدت این تیکت ولیده. اینو گذاشتیم برای چی؟ اون مسئله تیکت در واقع
فوراور حذف بشه دیگه، یعنی شما تیکتتون برای مدتی از این لحظه صادر شده برای مدتی معتبره برای خرج کردن. خب تو مرحله 3 پس کلاینت میگه که من یوزرنیمم با فلان سرور کار دارم، اینم تیکتی که توش نوشته شده. TGS سرور یا تیکت گرانتینگ سرور میاد نگاه میکنه که زمان تیکت چیست. اولا تیکت با کلید KTGS رقم شده، این فقط داره میتونه بازش کنه غیر از AS. بعد نگاه میکنه که زمان میخوره، هنوز تو اون تایم فریم ولید هستیم پس تیکت ولیده. در این صورت تو مرحله 4 بهش یه تیکت دیگری میده TGS مثل تیکت V که این ور داره ببره سراغ سرور نهایی مثل پرینت سرور و بگه من مثلا پرینت میخوام. توی تیکت وی چیه؟ یه چیزیه که با کلید KV رمز شده، بازم یوزر اینو نداره. بین TGS و سرورها KV KV 1 تا N شیر شده سیمتریک و توش نوشته شده یه یوزری قراره بیاد سراغت. این یوزر نمیشه، از این IP آدرس یا MAC آدرس میاد با تو کار داره، از این لحظه به این مدت بهش سرویس بده، یعنی از لحظه TS2 تا این لایف تایم. درست شد؟ و تو مرحله آخر 5 یوزر برمیداره اون تیکت رو نگاه کنین، میره سراغ سرور وی میگه این یوزر نمی منه و این تیکت همه و این سرویس رو میخوام، سرویسش رو میگیره میره. خب خوبه، پروتکلش چند تا باگ نداره. اول اینکه پسورد مهمترینش، پلین تکست نرفته رو کانال و اون آتنتیکیشن رو ما با یه نحوه دیگری انجام دادیم. خب یعنی آتنتیکیشن سرور گفته اگر واقعا تو همون آدمی بایستی بتونی این تیکت رو برداری دیکریپت کنی و این همون مقصود آتنتیکیشنه، چون اگه کسی دیگه ای باشه این کار رو نمیتونه انجام بده. ولی بازم یه سری باگ داره. باگا چیه؟ این چی؟ باگاش این هست بفهم. مرحله 3 رو نمیشه ریپلی کرد. چرا؟ هنوز میشه. آفرین. اینجا هم نوشتیم مرحله 3 رو میشه ریپلی کرد توی اون تایم فریم. ما ویندو والنربلیتی رو اومدیم کوچیک کردیم ولی از بین نبردیمش. بذار از اول شروع کنیم به اونم میرسیم. اگر حالا این مشکلاتشه، اگر لایف تایم رو خیلی کوچیک بکنیم، اون ویندو آف والنربلیتی رو کم بکنیم، اتفاقی که میفته اینه که خب خیلی سریع اکسپایر میشه. شما هر دفعه میخواین یه پرینت دیگه بگیرید دوباره باید برید سراغ AS بهش بگید که آتنتیکیت کن منو تیکت بده و داستان همون قبلیه میشه دیگه. یه چپ و راست برای تازه برای هر سروری قبلا برای هر سروری که می‌خواستیم سویچ کنیم یه بار می‌رفتیم سراغ آتنتیکیشن سرور، الان هر دقیقه باید بریم سراغش حتی برای یه سرور. این چیز خوبی نیست. اگر هم خیلی ویندو رو بزرگ بکنیم داستان همون والنربلیتی پیش میاد. حالا شکل دیگه ریالیستیکش اینه که اگر برای یه سشنی طراحی شده، مثلا این تیپی که یک کلاینتی وجود داره، یه مثلا سشنیه، پی سی یوزر نشسته تو سایت پشتش درخواست پرینت میده، تیکت میگیره، پرینتش هم میگیره، بعد لاگات میکنه فهمشه میره. خب یه یوزر دیگه میاد پشت اون میشینه، قبلا اسنیف کرده پکتو موقعی که داشته میرفته روی لنن دیگه، فرض کنید تیکت رو گرفته، تنها چیزی که لازم داره اینی که بگه من فلانی ام، بقیه‌اش هم که دیگه مهم نیست، با بساری کار دارم، از مرحله 3 به بعد میشه اجرا کرد. تنها چیزی که فقط مسئله بود تو اون TGS چون نوشته شده بود آدرس طرف فلانه، مثلا IP آدرسش فلانه، این به راحتی تونسته با نشستن پشت اون سیستم اون آدرس رو ثابت نگه داره دیگه. اگه خیلی حرفه‌ای‌تر باشه میشه میتونه اسپوف کنه، مثلا پکت یه جای دیگه نشسته، از قول اون یارو پکت رو میده و با آدرس IP اون، چون سورس IP رو میشه اسپوف کرد، یا مک هم میشه چینج کرد. پس لاگ آوت میکنه، استیشن همونه تو سایتی. سرور اکسپایر نمیشه،
و این چیزی که اینجا گذاشته پروتکلش مشکل داره دیگه. ملاکش یا آی پی بوده یا مک ادرس، گفته آدرس کلاینت، نگفته یوزر توش گمه. خب یوزر همون مرحله اول که اتنتیکیت شد تبدیل شد به تیکت ما موجودیتش، و دیگه اون تیکت رو میشه خرج کرد دیگه. نگاه کنین تیکت توش تنها چیزی که از یوزر مونده یوزر نیمه، کافیه این فقط همون رو نگه داره وقتی داره میفرسته، و بعد یه آدرسه که خب این پشت همون پی سی بشینه تمام. خب این یه مشکل. مشکل بعدی توی مرحله 4ه. فرض کنید همین تیکت مرحله 2 رو که صادر شده و بعد باز شده مرحله 3 خرج شده، بیایم تو مرحله 4 هم و 5 هم انجام بدیم. اینو میشه اسنیف کرد. یعنی مثلا تو مرحله قبلی تیکت رو میگرفتیم، بعد تازه میرفتیم سراغ تی جی اس میگفتیم من سرویس پرینت میخوام، یه سرویس چه میدونم فایل شیرینگ میخوام، یه سرویس وب میخوام، هر چی. بعد اون یه تیکت میداد مثلا من میرفتم سراغ سرور نهایی. ولی اینجا سرور مشخص شده، مثلا پرینت بودنش مشخص شده، حالا این نفر اسنیف میکنه فقط تیکت پرینتر رو به دست میاره، بعد داستان واقعش همونه. میتونه بشینه پشت اون سیستم یا اسپوف کنه مک ادرسو، و تو بازه لایف تایم دو پرینت هر چقدر میخواد بگیره از قول یوزر ولید، یعنی همون کلاینت سی. یه مشکل دیگه هم وجود داره. اگه نگاه کنید این پروتکل طراحی شده برای اینکه یوزر بنده خدای بدبخت خودش رو چپ و راست اتنتیکیت کنه به سرورها، که ثابت کنه پسورد رو میدونه با استخراج تیکت، ولی سرورها هیچ کاری نمیکنن که ثابت کنن خودشونن. یعنی خیلی راحت یه نفر میتونه بشینه جای یکی از این سرورها، مثلا فرض کنید اتنتیکیشن سرور یا تی جی اس، و بس یوزر رو سر کار بذاره بگه بیا این تیکت. اون چه میدونه چیه، مثلا اینو دیکریپت میکنه با کلید کیسی، یه چیزی به دست میاد بالاخره، یه بلاک دیگه، فکر میکنه اون تیکت بعد میره خرجش کنه. حالا اگه جای اون یکی سرور هم نشسته باشه دیگه متوجه میشه یوزر، ولی اگه جای اونم نشسته باشه اونم یه تیکت جعلی دیگه باز بهش میده. اینم دلخوشه که سر پروتکل اجرا میکنه. خب این مشکلات این پروتکل بود. ببینید ما از شما چیزی که میخوایم حفظ کردن این پروتکل هم نیست، بلکه قدرت تحلیله. یعنی اگه ما به شما یه پروتکلی بدیم باید بگین که این باگش کجاست و بعد چجوری میشه فیکسش کرد به نظر شما. این چیزیه که توی اساینمنت ها و توی اگزم از شما میخوایم. خب ما این دید مسئله رو نگاه کنید. اغلب اینا گینی توش دشمن بی ممکنه گین به دست بیاره، ولی تو این پروتکل خاص گین خاصی دستشو نمیگیره. خب مگه این پروتکل قبلی باشه که شما یوزر و پسورد داری پلین میفرستی، مثل فیشینگ میمونه. ولی اینجا واقعا چیز خاصی اتفاق نمیفته. ولی سناریو اگه برعکس بود، حتی باز حمله است، یعنی جزء کاتگوری حمله میشه اینو در نظر گرفت، تو گین خاصی برای اتکر نداره. گاهی اوقات حمله های داس احتمالاً شنیدید، همتون فکر میکنید چرا آدمی باید مریض باشه بزنه یه دون سایتو بیاره پایین، خودش چه نفعی میبره؟ حالا غیر از اینکه ممکنه یه دی پول بدن که این کارو بکنه و اونا نفعی میبرن از اینکه بیزینس یکی دیگه داون بشه، ولی اگه فرض کنی یه دونه اتکر منفرد باشه هیچ نفعی نمیبره دیگه از این کار. ولی باز این حمله ها رخ میدن، یعنی همیشه در دنیا آدم های بیمار وجود دارند که این کارا رو میکنن. این از مصادیق دینال آف سرویسه. یعنی حالا اینکه یوزره، ممکنه یه یوزر شما دینای کنید از گرفتن سرویس، ولی برعکس هم میتونست اتفاق بیفته. یعنی شما یه سرور رو سر کار بذارید و ببینید این پروتکل حداقل تو مرحله اولش، برگردم اینجا، هر ریکوستی که میاد اگه فیک باشه سرور اتنتیکیشن بایستی یه چیزی رو تولید کنه که یه بار رمزنگاری لازم داره. تیکت تی جی اس می‌بینید یه رمزنگاری لازم داره و دوباره یه بار دیگه رمزنگاری با یه کلید دیگه هم داره. یعنی خود تیکت یه رمزنگاری می‌خواد، بعد فرستادن تیکت هم یه رمزنگاری با یه کلید دیگه می‌خواد. یعنی دو تا رمزنگاری بار محاسباتی بهش تحمیل میشه. خب حالا فرض کنید که میلیون‌ها تا از این ریکوست‌ها پر سکند بدید به اون سرور اتنتیکیشن،
برای هر کدوم باید دو تا انکریپشن انجام بده. آره، داریم مثلا سناریوهای چیز رو بررسی میکنیم که اگر ریکوست علکی یا جواب علکی بدیم چه اتفاق میفته. توی این مورد رو کلاینت فقط یه دونه کلاینت دینای میشه از گرفتن سرویس، ولی ما میتونیم از همین کلک الان استفاده کنیم و سرور رو دان کنیم. یه قانون کلی داره طراحی پروتکل، اگر وریفیکیشن مسیج بار زیادی داشته باشه شما با تعداد محدودی ریکوست میتونید سرور دان کنید. برای همین بایستی وریفیکیشن اولیه خیلی ساده باشه، یعنی تو اولیه دیگه شما چیز بشید نگه من اتکر تا اینجا بتونه بیاد به سیستم شما بار زیادتری تحمیل کرده. بریم سراغ کربروس ببینیم که از این بیست پرکتیس هایی که الان گفتیم هی دونه دونه به شما گفتیم این چرا ایراد داره اون چرا ایراد داره و فیکسش کردیم و چطوری استفاده کرده. مرحله اولش مثل این الگوریتم قبلی است، پروتکل قبلی است، میگه که یوزر میاد آیدیشو میده و میگه با تی جی اس کار دارم، ولی یه تایم استمپ هم زده میگه الان این زمانه. خب همینجا میتونید بفهمید که کلاینت سرور یه تایم سینکرونی میخوان که با چه پروتکلی الان تعمیم میکنیم. چی؟ کی میگه؟ چرا صداتون میپیچه؟ NTP آره، Network Time Protocol. نمیدونم من همیشه دارم ردیابی میکنم نمیدونم چرا پیدا نمیشه. Network Time Protocol برای سینک کردن زمان PC الان داره استفاده میشه دیگه. عرض کنم که پس اینا باید یه همچین چیزی داشته باشن که تایمایی که میفرستن با هم ولید باشه، سینک باشه. خب این میگه این یوزر منه با فلانی کار دارم تایم استم. تو مرحله دوم شبیه اون اتفاق قبلی میفته، نگاه کنین یه تیکتی صادر میشه، این رمز شده با کیه سی، یعنی همون پسورد یوزر. منتها چیزای دیگه هم داریم، نگاه کنید این چیزی که رمز شده همه ایناست، یعنی تیکت توشون هست که این تیکت هم حالا اینه، توضیح میدیم. یه تایم استم خورده، یه لایف تایم. این فقط جنبه اطلاع رسانی داره به کلاینت، میگه ببین این تیکت که من صادر کردم توش نوشتم از این لحظه تا اینقدر اعتبار داره که تو بدونی، چون توی اون تیکت رو نمیتونه ببینه. چرا؟ اون کلیده تی جی اس براش مصرف شده تو اون تیکت که اینو کلاینت نداره. درست شد؟ پس اون تایم استمپ دو، لایف تایم دو که توی مرحله دو اون بالا میبینید برای اطلاع رسانی. بعد میگه که ببین من اینو تولید کردم برای آیدی تی جی اس دارم بهت میدم، یعنی سرور تی جی اس. ضمناً یک کلیدی داری به نام کی سی و تی جی اس، اینو برای ارتباطت با تی جی اس استفاده کن. همینجوری ریکوستاتو پلین تکست نفرست، هرچی میخوای بهش بگی با این رمز کن بفرست. درست شد؟ کل اینو با KSC رمز کرده بهش داده. این KSC و TGS یه جور سشن کیه که داده شده توسط ترد پارتی به نام AS برای ارتباط بین کلاینت و TGS سرور، تیکت گرانتینگ سرور. ببینیم مرحله بعد چه اتفاقی میفته. توی TGS هم تیکتشو ببینیم چی نوشتیم. تیکت TGS یه چیزیه که با کی TGS رمز شده، همون کلیدی که فقط AS داشت و TGS. اون سشن کی که به کلاینت داده شده این تو نوشته شده، تو تیکت هست که بعداً TGS بتونه باز کنه ازش استفاده کنه. ضمناً گفته یه یوزر میاد سراغت با این آیدی از این آدرس با تو کار داره، از این لحظه به این مدت بهش سرویس بده هر چی که خواست، مثل مرحله قبلی، مثل پروتکل قبلی. خب تا اینجا داستان تموم میشه، میره کلاینت سراغ سرور TGS، تیکت گرانتینگ سرور. میگه من با فلان سرور کار دارم، اینم تیکت همه که نشون میده نشان میتیکومانه، میگه من احراز هویت شدم توسط AS و یه چیز جدیدی الان اینجا اضافه شده به نام آتنتیکیتور. این قبل تو پروتکل قبلیه نبود. میگیم چرا گذاشته. منطقا انتظار دارید TGS توی مرحله چیکار کنه؟
میاد از تو تیکت، ببین آتنتیکیتور اول ببینیم چیه. یه چیزیه که با KSC و TGS رمز شده، هنوز KSC TGS رو نداره. پس از اینجا شروع میکنه، میاد تو تیکت TGS رو نگاه میکنه، میگه ای اینو با کلید من رمز کردن. چی توش نوشته شده؟ کلید سشن توش هست، KSC TGS. اینو در میاره، ضمناً نگاه میکنه ببینه بله یوزری که اومده آیدیش درست است. حالا اگر آیدی تو این آتنتیکیتور در بیاره، آیدیش درست است، ادرسش درست است، با منم کار داره، من باید از این لحظه به این مدت بهش سرویس بدم. این KSC TGS رو که از این تو در آورد، تیکت گرانتینگ سرور میاد آتنتیکیتور رو باز میکنه که با اون کلید رمز شده. میبینه توش نوشته شده که یوزرنیم طرف چیست، از کدوم آدرس هست، یه تایم استمپ هم داره. اون لحظه که مسیج ساخته شده، کلاینت زمان گذاشته توی این مسیج فرستاده. یادتون گفتیم KSC و TGS سشن کیه که AS داده به کلاینت برای اینکه مکالماتش با TGS رو رمز شده از این بعد انجام بده، چیزی رو پلین تکست نفرستاده. یعنی نفرسته همینه دیگه. نگاه کنید هیچ چیزی جز ID V پلین تکست نرفته. همه اون چیزایی که قبلا بود، من فلانی ام، آدرسم فلانه، با فلانی مثلا میخوام کار دارم، اینا همه رفته توی، با فلانی کار دارمش نه، ولی بقیه‌اش رفته توی آتنتیکیتور. خب تو مرحله بعدی با اون سشن کی KSC و TGS، TGS میاد یه تیکتی به نام تیکت V رو به کلاینت تحویل میده، شبیه مرحله قبل. فقط نگاه کنید همه چیز دوباره رمز شده است با KSC TGS، دیگه چیزی پلین تکست نمیره. یعنی خود تیکت رو دیگه نمیبینیم. اگه کسی باشه که رو کانال داریم فقط شنود میکنیم. غیر از اون تایم استمپ لحظه ساخت این زده شده که توی عرض کنم تیکت 4 هست، میشه لایف تایم هم گفت که چقدر بدونی چقدر لایف تایم داری و با این تیکت میتونی ازش استفاده کنی. و گفته که با آیدی وی درخواست دادی، منم اینجا انکریپت شده شو بهت میدم. میگیم چرا حالا اینا رو داره انکریپت شده دوباره تحویل میده، یعنی این چیزی که اینجا پلین تکست داده شده اینجا رو داره توی KSC TGS برمیگردونه. ضمناً یک KSC و وی هم انکریپت شده داده. الان TGS شخص سومیه که سشن کی داره میده به کلاینت برای اینکه با سرور صحبت کنه. این سشن کیه تو مرحله بعد کلاینت باید استفاده کنه با سرور، همون کلک قبلی رو. این KSC و وی الان تو تیکت وی هم هست، انکریپت شده با کلید کی وی. خب میره تو مرحله پنجم، کلاینت به سرور نهایی میگه که این تیکت منه و این آتنتیکیتوره، که تو آتنتیکیتور شبیه کلک قبلی با کلید سشن یوزرنیم و آدرسش و تایم استمپش نوشته شده اون لحظه که این مسیج ساخته شده. توی تیکت وی هم که چیزیه که یوزر نمیتونست دیکریپت کنه، ولی همون KSC وی هست. از تو تیکت وی KSC وی رو در میاره که این آتنتیکیتر رو وریفای میکنه. و ضمناً در واقع چیزهای دیگه هم توش نوشته شده دیگه، یه یوزری به سراغت خواهد آمد، اینو TGS نوشته، این پیشگوها هستن که آیدیش این است و پس ادرسش این است و با تو کار دارد و از این لحظه به این مدت بهش سرویس بده. و این چون با کلید KV رمز شده، فقط سرور وی میتونه بازش کنه و لا غیر. و اگر همه چی مرتب باشه، نگاه کنید به اون سشن کیه که از تو این در اومده، این تایم استمپ 5 که تو آتنتیکیتور بود به علاوه یه عددی میکنه که توی پروتکل 1 حالا گذاشتیم و پس میفرسته. این مرحله ششم رو هم ما نداشتیم توی پروتکل قبلیمون. خب شما بگو سوال چیه؟ KSC پسورد کلاینت داره که آتنتیکیشن سرور داره و خود کلاینت دیگه. AS رندوم تولید کرد. اونم TGS تولید میکنه دیگه. یکیشو AS تولید میکنه،
مال کلاینت و در واقع یکی هم تو تیکت گذاشته برای نفر بعدی تی جی اس، یکی هم تی جی اس تولید میکنه میده به کلاینت و بعد یکی هم گذاشته تو تیکت برای سرور وی. یه کلید رندومه. آره سشن کیه. خب بریم ببینیم که اون اشکالات رو الان میگیم. الان میگیم چی؟ این همون سشن کیه که درست شده توسط AS برای ارتباط بین کلاینت و TGS. درست شد؟ اون سشن کیه اینجا داره استفاده میشه تو آتنتیکیتور که اینجا هست. ما یه مشکلی داشتیم مربوط بود به استفاده مجدد از اون تیکت اگر حالا به دست یه نفر بیفته تو اون تایم فریمه. یه ویندو اف والنربلیتی داشتیم دیگه، درسته؟ یعنی با ریپلی کردن این تیکت تی جی اس یه نفر سعی میکرد سرویس مجدد بگیره غیر از یوزر اصلی، یعنی محل سه رو میگرفت ریپلی میکرد. بعدن الان فقط یه آیدی ویو تیکت نیست، یه آتنتیکیتور هم بایستی بسازه. یعنی وقتی تی جی اس این مسیج سه رو دریافت میکنه انتظار داره یه آتنتیکیتور هم بگیره طبق پروتوکل. آتنتیکیتوره ببین اینو میشه ریپلی کرد، اینم میشه ریپلی کرد، تا اینجاش اوکیه چون اینا ثابتن. ولی آتنتیکیتور رو دوباره یه نفر بخواد بفرسته، یعنی مسیج سه رو بخواد دوباره تولید کنه، نگاه کنید توش چی نوشته شده. یه چیز رم شده است با کلید سشن که توش تایم استمپ خورده. تایم استمپ کی خورده؟ اون زمانی که یوزر اصلیه داشته این ریکوست رو میداده. اگر یه نفر تیکه تو اسنیف کرده باشه یا ایزدراپ کرده باشه بخواد اینو دوباره ریپلی کنه، این آتنتیکیتور یه چیز رم شده است با کلیدی که فقط کلاینت داره و آتنتیکیشن سرور، کلاینت اصلی چون اون پسورد رو میدونه، نمیتونه یه آتنتیکیتور جعلی بسازه با تایم استمپ الان که داره ریپلیش میکنه ولو ویدین تایم فریم باشه. درست شد؟ برابر این تی جی اس میفهمه که این پکت تکراریه چون زمان تایم استمپش اولده، یعنی تو تایم فریم هم حتی نمیتونه ریپلی کنه. این هم یادتونه که این همین مشکل رو تیکت وی داشتیم دیگه، میگرفت این تیکت رو پرینت بود، تیکت پرینت بود، یه نفر دیگه فقط آدرس سورس رو جعل میکرد و هی تا دلش میخواست از جای ما پرینت میگرفت چون تیکت ولید بود اون تایم فریم دو دیگه. الان همون تکنولوژی رو اینجا زدیم، همون تکنیک رو اینجا زدیم، میگه که بایست اتکره که دوباره میخواد این مرحله 5 ران کنه آتنتیکیتور هم بفرسته که توش تایم استمپ داره که اون رمز شده است، جز یوزر اصلی که کیسی و ویو داره نمیتونه کسی اینو تولید کنه، پس مجبور میشه همون قبلیه رو بذاره. همون قبلیه رو بذاره گیرنده میفهمه، یعنی سرور وی میفهمه که این قدیمیه، پس این هم مشکل دوم حل میکنه، تو اون تایم فریم اجازه ریپلی نمیده. یادتون هست گفتیم که توی اون پروتکلی که ما طراحی کردیم یوزر داشت خودش خفه میکرد خودش رو ارز هویت بکنه ولی سرورها هیچ کار خاصی انجام نمیدادن. الان با گذاشتن بعض از کامپوننت ها سرور ها هم دارن احراز هویت میشن به صورت ضمنی. ببینیم چطوری. اینجا که در واقع سرور یه چیزی رو داره پس میفرسته و اینجا این ریکوست یوزر بوده، خب توش گفته من فلانی هم با فلان کس کار دارم و یه پاسخی اومده گفته که من میدونم تو فلانی هستی، این آیدی کسی که درخواست دادیه و توش یک ACTGS گذاشته با پسورد کلاینت هم رمزش کرده. پس وقتی کلاینت اینو میگیره باز میکنه و میبینه توش make sense میکنه، همون چیزی که ربط داره به چیزی که درخواست داده، میفهمه که طرف مقابلش پسوردشو داشته. کی پسورد خودشو داره؟ کلاینت AS، غیر از نرفت کسی پسوردو نداره که، خودش که به خودش شک نداره، پس میفهم اون کسی که مسیج رو فرستاده AS بوده، پس احراز هویت میشه AS.
این همین کار رو اینجا هم کردیم دیگه. نکنی ریکوست دادیم، گفتیم با آیدی وی، یعنی با سرور وی کار داریم، و اینجا یه سشن کی اومده به همراه یه چیزی مثل آیدی وی که با کیسی و تی جی اس رمز شده. کیسی و تی جی اس چیزی بوده که به ما اینجا داده شده بوده. کسی میتونه کیسی و تی جی اس رو در بیارد؟ که نگاه کنی از کجا باید درش بیاره؟ از تیکت اینجا باید این کلید رو داشته باشه طرف مقابل تا بتونه اونو در بیاره. یعنی کسی که تونستی همچین چیزی رو برای من بفرسته حتما که تی جی اس رو داشته که از تو تیکت رفته اینو در آورده به من با اون رمزش کرده داده. پس اون طرفی دارم باش حرف میزنم واقعا تی جی اسه. محل آخر سرور وی، من یه چیزی رو فرستادم گفتم که این تیکت برای وی ساده شده توی سرور وی. اینم آتنتیکیتور منه که با کی سی و وی که رمز شده که کی بهم داده؟ اینو تی جی اس بهم داده که تی جی اس هم قبلا ارزویت شده. توش تایم استمپ هم گذاشتم، یعنی موقعی که داشتم این مسیج رو میفرستم گفتم زمان الانه. اگر طرف واقعا کسی باشه که یعنی خود سرور وی باشه که داره بهم جواب میده، میتونه بره از تو تیکت وی کی سی و وی رو در بیاره چون کی وی رو داره، و بعد برای من این زمانی که فرستادم ما یه دونه به علاوه کنه بفرسته. اینطوری من میفهمم که اون طرف سرور وی آقا نشسته، اولا تونسته بره کی سی وی رو از این تو در بیاره چون کلید وی رو داشته، و بعد اومده تایم استمپ بعد اینجا برداشته به علاوه یک کرده به من داده. پس با این محل ششم من میفهمم که اون طرف واقعا سرور وی نشسته، چون هیچ کسی غیر از اون نمیتونسته این مسیج رو باز کنه. این اتنتیکیتور رو بعد به علاوه یکشو حالا تایم استمپ رو من تحویل بدم. نه علاوه دو بذارید، این قرار داده. خود تایم استمپ هم میشد گذاشت، حالا معمولا برای اینکه نشون بده که طرف یک کامپیوتیشنی هم روش انجام داده. الان نمیشه استفاده خاصی کرده، ولی بعضی موقع ها اون کامپوننت رو شاید رمز شده از جای دیگری بشه به دست آورد. مثال بزنم، خیلی پرفکت نیست، ولی نگاه کنید. اگر فرض کنیم که این هر کدوم 64 بیتی باشد و با KSUV رمز کرده باشیم در مود ECB با DES، در این صورت این میشه بلوک اول سایفرم، میشه بلوک دوم سایفرم، میشه بلوک سوم سایفرم. خب این رو اینجا شنود کردیم، همین رو دوباره پس میفرستیم به عنوان دشمن. برای اینکه اینجور چیزا رو کلن رول آوت کنیم، اومدن گفتن که فارغ از اینکه الگوریتم رمزگاری چی میخوای استفاده کنی، یه دونه به علاوه یک بذار که نشون بده طرف مقابل زنده است. سوال دیگه؟ و اینجور کلکار هم نشه خورد. اول اون تایم استمپ سه که باهاش متوجه میشد که تکرار نمیشه بزنید، خب اونو یعنی یادش باشی که از هر پکیتی چه تایمی اومده و مثلا تیک بزنه که این نه، وقتی که یه پکیت میاد نگاه میکنه ببینه ریکوستی که توش نوشته شده با زمان فعلی میخونه یا نه. این لحظه فعلیه، مثلا به اندازه 2 میلی ثانیه 5 میلی ثانیه هر چقدر رو اون لن حالا مکس دیلی میتونی در نظر بگیری، تون بازه این آتنتیکیتور میپذیره، ولی خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه. یعنی مثلا اگه شما 300 میلی ثانیه بعد ریکوست رو بدین، اون تایم استمپ که میخوره قطعا با این چیزی که تو این رمز شده نمیخونه دیگه، جواب نمیده. خب از بالا به قضیه نگاه کنیم. بگو اون کدوم قسمت صبر کن، مشکل سوم رو اینو میگی احراز هویت دو طرفه؟ خب توی قبلیه میتونستیم اگر آیدی توش بوده باشه، نمیدونم تو اون پروتکل بود آیدی یه چیزی که قبلا پلین تکستش تو درخواست ما بوده باشه و رمز شدهش تو پاسخ، میتونیم مطمئن بشیم طرف مقابل از پسورد ما استفاده کرده برای این کار. اگه این کامپوننت باشه کافیه. برگردم عقب.
الان فقط تیکت رو فرستاده دیگه، چیزی نفرستاده. چرا؟ ولی شما تا موقعی که ازش استفاده نکنید نمیفهمید که این تیکت که دادم به شما جعلیه یا واقعی. ممکنه یه گاربیج بهتون داده، شما بالاخره دیکریپت میکنید، تحویل الگوریتم دیگه چیزی بهتون تحویل میده. تا موقعی که اینجا تو دیوار نرید نمیفهمید. ولی اینجا قشنگ میفهمید دیگه. نگاه کنید، چون اینجا یه ریکوست دادید که توش آیدی تی جی اس هست، اگه بهتون گاربیج بدن موقعی که با کلید خودتون بازش میکنید اینجا یه چیز گاربیجی به دست میارید، قطعا میفهمید که سر کاری. این شمای کلی کبروسه. از بالا به قضیه کنید، به این میگه پروسس. حالا ببین چه اتفاقی داره میفته. یه دونه یوزری پشت سشنش نشسته، یه کربرو سروری داریم، یه آتنتیکیشن سرور داره که به یه دیتابیس یه پاسپورده وصله و یه تیکت گرانتینگ سرور داریم، یه مش سرور هم این وسط دارن اون ماستش رو میخونن از جمله پرینت سرور و اینا. خب ویب سرور و پرینت سرور و اوتوماسیون و ایمیل و یه عرض کنم که یوزر در مرحله اول و آتنتیکیشن سرور یه درخواستی میده برای احراز هویت، یه تیکت به علاوه یه سشن کی عملا بهش میدن، این چیزیه که اتفاق میفته، و بعد یه درخواست میده به تی جی اس برای یه سرویسی، دوباره یه تیکت و یه سشن کی برای این مکالمه بهش داده میشه و یه ریکوستی به اون سرور میده، حالا سرویسشو میگیره و بعد یه کانفرمیشن از اون تایم استمپ به علاوه 1 بهش برمیگرده. این چیزیه که داره از بالا اتفاق میفته. این برای یه دونه سازمان بود، یعنی این چیزی که طراحی کرده بود MIT برای یه سازمان خوب بود. گفتن خب حالا اگر مثلا دانشگاه تهران بخواد دانشگاه شریف بشه، یه استودنتی از دانشگاه تهران بخواد از لایبرری شریف استفاده کنه چی میشه؟ ها؟ اومدن گفتن خب چیزی نمیشه این کارو بکنی. یعنی اون یه کربروس داره برای خودش، دانشگاه تهران، شریف هم یه کربروس داره. هر دوام یه AS دارن برای احراز هویت دانشجوی خودشون و یه TGS دارن که سرورهای خودشون رو میشناسه. غیر از اون TGS ها سازمان دیگر هم میشناسن، مثلا یه کلید گذاشتن برای ارتباط بین دانشگاه تهران و شریف، یعنی اینا که با هم یه تفاهم نامه یه چیزی امضا کردن. ها کلاینت یعنی دانشجوی دانشگاه تهران میشنه پشت سیستم، میخواد وصل شه به لایبرری شریف، اول میره سراغ آتنتیکیشن سرور خودش برای اینکه اونه که میشناسه این کیه، پسوردش اونجاست. یه تیکت بهش داده میشه که به TGS واسشه، TGS خودشون. میره سراغ TGS خودشون، نمیگه من با سرور لوکال کار دارم، میگه من با این یه چیزی از دانشگاه شریف کار دارم. همین این چون میدونه یک کلیدی قبلا امضا شده، حالاش تفاهم کردیم ست شده با دانشگاه شریف، یه تیکتی بهش میده که با اون سیمتریکی بین تهران و شریف رمز شده و این تیکت رو برمی‌داره میاره سراغ TGS دانشگاه شریف، ریکوست میده ریموتلی به دانشگاه شریف تیکتشو و بعد این نگاه میکنه بله با اون تیکتی که با اون کلیدی که بین دانشگاه تهران شریفه رمز شده بازش میکنه و همین باز شدن و اوکی بودن معنیش اینه که این یوزر توی دانشگاه خودش احراز هویت شده، درسته؟ و بهش میگه که خب حالا تو مجازی مثلا به لایبرری ما قبلا تفاهم کردیم دانشجو دانشگاه تهران به لایبرری دانشگاه شریف دسترسی داشته باشن، یه تیکتی بهش میده که به این سرور لایبرری اونجا وصل شه و سرویس بگیره، درست شد؟ اینا هم بهش میگن ریلم، مثلا ریلم A ریلم B. این اینو میشه این کار کردن اسکیلبل بشه، شما بتونید بین سازمانی هم کار بکنید مادامی که بین سازماناتون یک کلید سیمتریکی تو TGS هاش ست شده باشه. ما روش های توزیع کلید ایسیمتریک هم داریم، درست مثل سیمتریک ها که الان یه نمونه سیمتریک شده دیگه. جان بعد چی میشه؟ ببین سیشن کیل لو رفته تو اون تایم فریم میتونه ازش استفاده کنه دیگه، چیزی بیشتری گیرش نمیاد. آه نه TGS لوبره که فاجعه است که سیاب. ما همینجا متوقفش میکنیم چون ادامهش باید یه مقداری PKI و ساختار سرتیفیکت اتوریتی و CRL و اینا رو بگیم. جلسه آینده خود تونتر فقط میریم که من بتونم مباحث رو در واقع اونجوری که allocate شده per session جلو ببرم، وگرنه
دائما وسط یه مبحث باید ببریم و دفعه بعد یه زمانی رو برای یاداوریش صرف کنیم. کسی پس سوال نداره از این قسمت که بروس؟ اوکی، خسته نباشید.